باور کنید که یکی از یعنی نخوردن غذا، اعتصاب غذا اینا هیچ نیست، چرا که وجود تشکیلات و انسجام و گوهر بی‌بدیل این هست که آدم زنده میکنه. اینو من در عمل فهمیدم که بذار آدم غذا نخوره، حتی اعصاب خشک باشه ولی توی تشکیلات باشه، گوهر بی‌بدیل باشه و بس باشه. این کجا باز بیشتر برام ماده شد؟ موقعی که مهربان و حمید و من سه نفری این مأموریت داشتیم، به دلیل تقسیم کاری شده بود، رفته بودیم بعقوبه. اونجا یه 7-8 روزی از جمع اشرف کوچیک جدا بودم. باور کنید یه 8 روزی که اونجا بود، یه طرف 72 روز، یه طرف حتی 72 روز، حتی 6 روز اعصاب خشک، 6-7 روز اعصاب خشک نمیست. اون 8 روز باور کنید فشاری که بود، آرزو میکردم مثل ماهی که از آب افتاده بیرون برگردم به خالص پلو بچه ها. امکانم نبود دیگه، بعدم ما میستدیم هر روزش هر ساعتش مثل یک سال بود دیگه. بگذاریم از اونجا که به ما گفتن شنبه عمل میکنن مهربانو و وضع مهربانه که میدیدم و مسئلتی که داشتم که باید اینه بالاخره برای عمل باشیم و برسیم اینا، و هر روز میگفتم فردا پس فردا، و 8 روز طول چی تا بالاخره برگشتیم به پلو بچه ها. وقتی آمدیم پلو بچه ها، چه خودم میدونم دیگه، چه حمید چه مهربان با اون وضع حالش، ولی باور کنید نیست که دنیا رو به همون دادن. در مورد نخوردن غذا باز یک طرف، وقتی نشست روز، نشست هفته، نشست های صرف صرفی میداشتیم، باور کنید از شربت گوارا هر چیزی بگین نه روزش، اصلا برای من که اصلا حس نمی کردم چند روز گذشت. مشغول خب هر کس مسئولیت داشت کارش میکرد. درست به یاد زندان مشهد افتادم که وقت کم می آوردیم و شب اصلا نمی فهمیم چجور می خوابیدیم.